ماریانا انقلاب در عرصه بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستان عزیز خوش آمدین به حل فرم های سال 1401 امیدوار هستم که جور ستمند باشین و در سال از درس اول همراهتان تعقیب کرده باشین تا یک چیزی ازش یاد بگیریم دوستای عزیز ما شما فرم های سال 1401 به شکل طبقه بندی شروع کردیم و در درس های قبلش ما شما بخش پولینوم مطابقت و لوگارتم مکمل خلاص کردیم و می که امروز در درس به خیر بخش ترادف یا تصاود به خیر شروع کنیم و سوالش کار کنیم قبل از شروع درس دوستان اول یاد ما باشه که در این چینل می تمام درس های به زبان پشتو و دری تماشا کنین و می خاطر را اگر درس پیش ببرین بالای خود لینک لینک چینل کلیک کنین و برین بالای پلی لیست اپ لیست زبان در به زبان پشتو دری به هر زبانی که میخواین او در سو را همراه پیش ببرین و تان که هر زبان خوب میفهم در درس در سو بمبر برش پیشنهاد بتین تا او در ببینه و یک چیز از بگیره دوستان عزیز ما شما آمدین بخیر امروز آه، آه، کار میکنیم بالای فورم های این میکنیم فروم های کنکوری یک و امروز بخیر ما شما رسیدیم به جلسه ششم بخیر ششم جلسه ششم رسیدیم و امروز بخیر ترادف کار میکنیم ترادف یا مو تساعدی که ما برش میگفتیم دوستای عزیز تساعدی که برش میگیم تساید و بخیر پارت اول یا بخش یا قسمت اولش امروز بخیر کار میکنیم اولش چون بعض سوالات در بخش تساوت سوالات زیاد از دوستای عزیز به خاطر در چند ویدیو میگیریمش تا شما هم در ویدیوها یعنی چیش وقت زیاد نباشه و خسته کن برتون تمام نشه و در سال خلاص کنی و هم شب در یک ویدیو برای چند سوالی که کار میکنیم خوب واضی گپ بزنیم دوستای عزیز سوال شو شروع میکنیم سوال اولی که دوستای عزیز در بخش ترادف آمده سوال اول دوستای عزیز توری گفته میگه در یک ترادف حسابی یعنی ترادف حسابی است اگر حد اول اگر حد اول ترادف 106 و, و فرق مشترک ای ترادف 4 باشد شما حد بیستومی ترادف ها دریافت کنید یعنی بسیار یک سوال ساده است در ترادف در سوال ها زیاد آمده سوال کار میکنیم دوستای عزیز تصادف ترادف هم که داده دوستای عزیز حسابی است ترادف ما شما چی است حسابی است ترادف حسابی حد اولش معلوم است دی یا فرق مشترک تفاضل مشترکش معلوم است و به میشکل شکل حد 20 خواسته فرمول حد 20 دوستای عزیز ما شما نشته میکنیم حد 20 فرمولش مساوی میشه به ای جمع ای جمع, جمع نشته میکنیم دوستای عزیز ای جمع 19 دی نوزده دی این هی فرمولش هست یعنی ار حدی که دوستایی ما شما بخواییم چون فرمول حده اخیر در تصاد حسابی که هست ای این میشه با جمع ای جمع ان منفی یک دی زر بی دی در اینجا شما میبینید دوستای عزیز که دی که از این یک دانه کم هست یعنی وقتی که با ما شما گفته میشه حد بیستم ما نوزده میگیریم و اگه صد گفته میشه 99 میگیریم یعنی اگه با ما گه ای جمع سی دی و اگر حد هفته ما بگو ما میگیم حد ای جمع چند چون یک دانه از این کم است اینجا یک دانه کم وازه میکنیم پس سوال حل میکنیم حد 20 از دوستای عزیز حد 20 ما گفتم حد اولش 106 است جمع 19 ضرب چند است ضرب 4 حد 20 مسی میشه دوستای عزیز 106 جمع 4 ضرب 9 را ضرب میکن 4 ضرب 9 36 میشه 6 اینجا 3 اش حاصل میشن 4 ضرب 1 4 4 3 7 76 میشه دوستای حد 20 مش میشه 6 و 6 12 یک شاصل 7 و 0 7 هفت هفت و هشت میشم و اینجا می یک می نشته میکنیم پس حلی سوال ما شما یعنی حد بیستومش یک سد و, و دوشت. میکنیم که جواب ما شما عدد 182 است که در چارا با باز میبینیمش کدام جوابش کس او را با ما شما چی میکنیم حلقش میکنیم ای حل سوال اولش میم دو سر سوال دومی که در بخش ردیف در سال 1401 یک آمده دو سای گفته شده که ردیف حسابی یا نگفته گفته بیخی ردیف است چون م دیدمش حسابی بود به خاطر حسابی گفتم سوال مت آمده میگه در ردیف هفت هفت جمع یازده جمع 15 جمع نقطه نقطه حد اینوم را دریابید حد اینوم را دریابید حد اینوم یا امو حد اخیر شخص دوست عزیز به خاطر از اینکه ما شما حد اخیر یک ردیف پیدا کنیم اول باید ما شما ببینیم که ردیف ما نویت شیست آیا ردیف حسابی است هندسی است هارمونیک است پس ما شما اینجا که ببینیم حد اول از این ردیف ما شما خو هفت است از این حد به حد از اینکه فرق است. یعنی جمع و کتی که چار جمع کنی باز 15 میشه یعنی میشه که ما شما چیست؟ یا ردیف ما شما چیست؟ ای حسابی است پس دی پیدا میکنیم 11 منفی چند هفت که مصیبه چند میشه مصیبه 4 میشه سیس حد اخیرش دوستای عزیز خواسته حد اخیر فرمولش است این ان مصیبه میشه ای جمع ان منفی یک ضرب چند است ضرب دی این فرمولش است وضع میکنیم حد انم مصیبه ای خو 7 است دوستای عزیز جمع ان منفی یک ان ان منفی یک. یعنی زرب دی ضرب چند است ضرب ساده میکنیم سوال ما شما حل میشه ان ای میشه 7 جمع 4 که ضرب کنین 4 n منفی 4 میشه که مساوی به 4 n از هفت که 4 بره دوستای عزیز مثبت 3 میمونه پس جواب ما شما 4 n جمع 3 می باشه یعنی حلی سوال ما شما 4 n جمع 3 است امیدوار هستم که یاد گرفته باشین میریم سوال دیگر را کار میکنیم دوستای عزیز سوال سیومی که د بخش ترادف آمده سوال سیوم هم دوستایز گفته شده که 16 است 28 است 40 هست. بمی شکل پنجاودو است و به این شکل نقطه نقطه دهی ترادف هم گفته دوستای عزیز حد اخیرش را دریابید در دوستای عزیز هم سوال مشابه به سوال قبل است میبینیم که ترادف مانویتش چیست اول حد اولش دوستای عزیز 16 است و این تصاعد یا ترادف که از حسابیز به خاطر 16 جمع 12 شود 28 متر با جمع 12 شود 40 متر با جمع 12 شود 52 متر یعنی به اساس جمع تفریق روان است پس میگیم 28 منفی 16 دوستای عزیز چند میمونه 12 فرمول حد اخیر بازم ای ان مسیح میشه به ای جمع ان منفی یک ضربی چند است ضربی دی ای ان مسیح میشه به چند ای را شانزه میکنیم جمع ان منفی یک کس دوست عزیز این منفی یک ضربی دی دی را چند وزه میکنیم دوازده ساده میکنیم ای این مسیح میشه به شانزه جمع دوازده ان منفی دوازده منفی 12 که محاسبه شد با اینجا 12n این است 12n خودش ده اینجا که بود و 16 که 12 بر جمع چند میمونه جمع 4 پس جواب سوال ما شماست 12n میبخشم که سوال اثر نشته کنیم سوال اینجا ما سوال چند میگیریم 12n منفی چند مثبت چند است مثبت 4 از 16 که 12 منفی 12 بر جمع 4 اش میمونه پس ما شما امیر حلقه میکنین و جواب سوال ما شما همی است میریم دوستای عزیز سوال دیگه را کار میکنیم که در بخش ترادف در سال 1401 آمده سوال سوال چارم است دوستای عزیز گفته شدم در یک ردیف حسابی حد اولش 8 است و تفاضل مشترکش 3 است پس شما حد هشتم آن را دریابید که مشابه به سوال اول از دوستای عزیز راستن میریم فرمول حد اشتا ما می میکنیم ای اشت مسوی میشه به جمع هفت دی یعنی به شکل ای اشت مسوی میشه حد اول هشت جمع هفت ضرب سه می میکنیم چون دی سه است ای هشت مسوی میشه دوستای عزیز هشت جمع افسی بیستی یک که ای هشت هم و چند دوستای عزیز بیست و نو یعنی جواب سوال ما شما از بیست یعنی عدد بیست و نو را ما و شما در چاره میکنیم حلقه میکنیم سه شد یعنی ای سوال چارمش بود دیگه سوالی که دوستای عزیز در تصاعد آمده یا ترادف سوال پنجم از دوستو عزیز سوال پنجم توری از دوستو عزیز که سه بر پنج است حد اول ترادف است افت بر دست و چهار بر چند است چهار بر پنج است نقطه نقطه گفتم و حد پنجم ده ردیف از ما شما خواسته اول باید بگیم این ردیف چی رقم ردیف از دوستای عزیز باید بفهمیم که ردیف ما حسابی است هندسی است هارمونیک است چی رقم است دوستای عزیز حد اول ردیف ما شما که است حد اولش مصیبا 3 بر 5 است هندسی خونه است به خاطر از اینکه کدام عدد اگه ببینیم ضرب و تقسیم نشده و صورت هم کلش به کدام قانون مخرج به کدام قانون روانه است سوال زیاتر حسابی میباشه دوستای عزیز که پس دیده اینجا پیدا میشه چی رقم از حد پیش 7 برده منفی کو سی بر چنده سی بر پنجه که اینجا مخرج مشترک ما شما در بگیریم در تقسیم پنج یک افت منفی چند شش میشه یک بر ده الی یک بر ده اگه ما شما کتی حد جمع کنیم راستن ای حد با ما شما چی میکنه؟ میته یعنی بگیرین چار بر پنج بگیرین چنده افت بر ده شما کت یک برده جمع کنین که مسوی به هشت بر ده میشه و جوابش می میبرای چند چار بر پنج یعنی حده به ما شما میتفسی تصاوت سابیس و نه حد اولش هم پیدا شد دیش هم پیدا کردیم آلا یک حد پینجا هم می میکنی که فرمول حد پینجا مسوی میشه به چند دوستو ایزیز ای جمع چلو نو دی ای جمع 49 دی که اینجا ای پینجا مسئوی میشه دوستو از ای را نشته میکنیم 3 بر 5 جمع 49 زربی دی دی را یک بر چند میگیریم یک بر ده که مثلا مخرج مشترک اگر ما بگیریم دره در اینجا دا مثلا ده تقسیم پینج دو میشه دو سی شش ده تقسیم ده یک یک زربی 49 49 که جوابش میشه پینجا و پنج بر ده که اختصارش کنین دوستای عزیز مثلا دو پنج میگین و در اینجا یازده پنج میگین یعنی جواب ما شماست یازده بر دو اگر اشاری اشاری بگین خمی کسری می میگین و اگر اشاری بگین پنج اشاری پنج میگین که جوابش ار دو درست هر کدامش که ده چار بود بازم او رو برشی میکنین حلقه میکنین یازده بر دو یا پنج اشاری پنج که در چار بم یازده بر دو سیست میم دوست عزیز به حل سوال دیگه که سوال ششمه ترادف از دوست عزیز سوال ششم دوست عزیز گفته شده که دو است باز شش است باز دست دیگه حد و نقطه نقطه چند است یک سد و اجده است یک و است صحیح است یک سرچ دسته اینجا دو سیز با ما شما گفته که اصل جمع جملاتش پیدا کن اس ان ش پیدا کنین مجموعه جملاتش و اینجا گفته ده سوال با ما شما نگفته که این ردیف ما شما چی رقم ردیف است و چند جمله داره پس ما شما اول ردیف خو میبینیم که تا ردیف حسابیز به خاطر که جمع 4 شده ای دو از جمع 4 ش کنی 6 میشه 6 جمع 4 شوه 10 میشه به شکل به اندازه 4 4 جمع کرده برو پیش میره پس تا ردیف ما شما چی از حسابی تعداد جملاتش از فرمول ان این مسئول میشه به ای جمع ان منفی یک ضرب دیش چی میکنیم دریافت میکنیم که چند جمله داره ا ا اینش ها حد اخیرش دوستا ایزی داده که یکصد سده نشته میکنی 118 سده اجده ای دو است جمع این منفی یک نامعلوم دی چند است دیشم چهار چار است ضرب میکنی یک دور ای طرف که بیارین تفریق میشه یک سده شانزه میمانه میشه ضرب کنین چار این منفی چار منفی چار ای طرف بیارین چار این مسی میشه بچن یک یکصد بیست اطراف تقسیم چار میکنین چار امرای میره اه 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 دوستا عزیز چند میمونه سی یعنی تعداد جملاتی تصاعد ما شما چند دانست؟ است سی دان است میریم مجموعه جملاتش رو پیدا میکنیم یعنی اس ان ای یا اس ای امو سی جمله پیدا میکنیم که فرمول ما شما داریم ان بر دو ضرب ای جمع ای ان یعنی وقتی که حد اخیر معلوم باشه به با این شکل ما شما جمع میکنیم که اینجا اس ای سی مساوی میشه با سی بر دو ضرب ای یعنی دو جمع چند ای این چند است یک سه اشده عزیز میگم ایره تقسیم کنین مثلا اگر تقسیمش هم نکنین مثلا میگن سی بر دو خودش و در اینجا یک دو بیست میشه دو میکنی یک دو و اینجا شست میشه شست زر کنین به شش اشده اشده سد دوستو عزیز. جواب از این سوال ما شما است یعنی مجموعه امی جملات که اینجا بعد اسمه دوستو هزیز اشده سد یا یک ازار اشده میباشه که در چرابه پیداش میکنین و میکنین. بیم به سوال دیگه که در سال 1401 در بخش ترادف آمده دوست عزیز سوال سوال هفتم است سوال هفتم کار میکنیم تصاب رفت گفتن که در یک ردیف حسابی اگر حد بیستم حد بیستم پانزه بر چار و حد چلوم پانزه باشد شما بگیرین به ما حد هشتم از یا ترادفا به ما پیدا کنین سیز دو سه به چند طریقه میتونین میتونین که از اول فرمول مثلا دی را پیدا کنین وقتی که دی را پیدا کنین پس وازه کنین ای را پیدا کنین به او طریقه هم میشه و به این طریقه میشه دو سایز که ما شما به جای حد بیستم نشته کنین ای جمع نوزده دی مسیو با پانزه بر چند است پانزه بر چار و به جای حد چلم نشته کنین ای جمع 39 دی و مصیبه چند بگیری 15 ال تفریق کنی طرف و طرف منفی 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 میشه اینجا ای کت ای اختصار میشه و از منفی 39 که 19 بره منفی 10 دی میمونه و ده اینجا 15 ای را یعنی ای عدد هر دو شکی ساده کنین یعنی 15 بر 4 منفی 15 است که 4 ضرب دی منفی 60 منفی 60 منفی 45 میشه منفی 45 بر چند است منفی 45 بر 4 که اطراف تقسیم منفی 10 میکنین دوستان عزیز منفی 10 ده اینجا ده همراه ده خلاص دی مسیم شود چند دیره کشیدیم یعنی اختصار هم شود میگم دو پنج و اینجا میگم نو پنج یعنی نو پنج چلا میشنی منفی منفیم با منفی میره یعنی نوی بر هشت نوی بر چند میشه؟ نوی بر هشت یعنی حد تفادل مشترکش ما شما پیدا کردیم حالا میریم حد اولش پیدا میکنیم که حد اول ازی ردیف ما شما چند است مثلا در اینجا ما شما میتونیم که حد اول ای را خودش نشته کنیم نوزده نشته کنیم به جای دیخ نوی بر هشت آمده دوستان عزیز چند است 15 بر 15 بر 4 یعنی به شکل سیز اول ساده میکنیم اون طرف سوال خود ال میک ای مسیم میشه ای دور ضرب کده او طرف انتقال میتیم مثلا میگیم 15 بر 4 دوست عزیز خودش منفی 9 ضرب 9 81 میشه دوست 8 1 شده اینجا 8 حاصل 9 ضرب 1 9 میشه 9 8 دوست عزیز اب پس نوشتم یک 171 بر 8 مخرج مشترکم که برش بگیرین دوست عزیز 8 میگیرین 8 تقسیم 4 دو دو 15 30 میشه 30 منفی 171 که مساوی میشه دوستای عزیز مخرج خو هشت بود از منفی 171 که سی بره منفی 141 میمانه دوستای عزیز یعنی اینجا حد اولش هم دریافت شد پس ما و شما حد اول هم داریم حد تفاضل داریم پس حال میریم چی را پیدا میکنیم حد هشتم پیدا میکنیم که حد هشتم فرمولش ای جمع هفت دی است ای چند از منفی 141 بر هشت ضرب جمع هفت ضربیدی دی یعنی نوی بر چند نوی بر هشت کمی سوال خود ساده کده جوابش برش می نویسیم پس نشته میکنیم هشتم می با منفی 141 یک خودش بر هشت جمع هفت ضرب نو کنی 63 بر چند است هشت مخرج مشترک بگیرین هشت میشه منفی 141 یک که حد هشتمش مساوی میشه دوستو یک تفریقش میکنیم از یک مثلا سه میره یکی برش حاصل میتیم 11 11 که 3 بره دوستای چند میمونه 8 میمونه نی 8 و اینجا سه 3 شش نمیره یکی برش بتین سیزده 13, 13 که 6 بره دوستای 7 میمونه منفی 78 بر چند میمونه بر هشت که اختصارش کنین چند میبره میگیم 4 2 8 و ده اینجا 3 2 6. و نودو اجدا یعنی جوابش هست منفی سی بر چار یعنی جواب سوال ما شما که هده اشتمش خواسته عبارت سی بر چار است که در چارا می میبینیم و جوابش حلقه میکنیم سیست به می شکل دوستای میریم سوال دیگه خودکار کار میکنیم سوال هشتمی که در چی آمده؟ در ردیف در کنکور چارست یک آمده دوستای عزیز سوال هشتم توری از گفته در تقدیف حسابی اگر جمله شستومش 425 باشه و جمله دهمش ده 25 باشه شما بگیرین تفاضل مشترک شد پیدا کنین تفاضل مشترک دوستای عزیز فرمول داره دیمه سیمه شد با AM منفی AN بر ام منفي انرجی فرمولم راфта میتونم طریقه بالای ما کی بود از طریقم رافته میتونم ای از این فرمول استفاده کردم دیما ش میشه با ام مو یعنی حدش 60 و 425 است حد دوم و 25 تقسیم بر 6 60 ده. 10 6 منفي 10 که اینجا بالا میشه 400 و پایین میشه 50 که جواب ما شما 8 میبره یعنی 50 تقسیم صفر کتزی این میره هشت 1 چل. 40 یعنی جواب سوال ما شما چند شد 8 پس حلقه می کنیم که تفاضل مشترک دی سوال عدد چند است عدد 8 است میریم سوال دیگره که در ردیف آمده دوستای عزیز سوال نهم با هم گفته در یک ردیف حسابی حد 50 هزار است حد 25 هزار 200 است شما بگیرین تفاضل مشترکش دریابید پس ما شما باز از فرمول میریم دی مسی میشه به ای ام منفی ای ان ام منفی چند است ان دی مسی میشه به دوستو عزیز چند حد پنجاوم هزار نشته میکنیم هزار منفی حد بیست و پنجاوم نشته میکنیم دو, کنیم دو تقسیم بر پنجا منفی بیست و پنج که بالا میشه هشت ست و پایین میشه دوستای عزیز 25 که اختصارش کنین دوستای عزیز تقریبا 32 جوابش میبره یعنی حد چیکی هست حد تفاضل مشترکش عدد چند است عدد 32 است میریم سوال دیگر را کار میکنیم دوستای عزیز سوال دهمی که در بخش فرم های سال یک در چی آمده؟ در ترادف ها او ایتو است که در یک ترادف حسابی حد دهم 11 یازده بر بیست است و حد پنجم یک بر چهار است بگیرین حد هشتم این ترادف را دریابید سیز حد هشتمش از ما و شما خواسته باز هم سوال مثل پیش حل میکنیم و میتونی راست دیرم پیدا کنم میتونی به شکل نشته کنید اینجا که بجای حد دهم ده ا ای جمع نو مسوی به یازده بر بیست و بجای حد پنجم ای جمع چار دی مسوی میشه به یک بر چار طرف و طرف منفیش کنین طرف و طرف منفی 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 ای امرای ای خلاص شد از نو دی که چار دی بره پنج دی سیست پاین دی میشه مسی میشه با مخرج مشترک د بین از یردو میگیریم یعنی 11 بر 4 از 20 است تو سایز منفی 1 بر 4 مخرج 20 بگیرین 20 11 منفی 20 تقسیم 4 پاین میشه دیگه یعنی جوابش است 6 بر 6 بر 20 یعنی 1 بر 3 بر چند 3 بر 10 پس اینجا 3 بر چند شد 3 بر 10 شد اطراف تقسیم 5 میکنیم دوستان عزیز 5 امرای 5 دی مسی شد دوستان عزیز 3 بر 50 یعنی ما امی حد اخیرش هم تفادل مشترک از ای ترادف کریم. سیس؟ این ترادف پیدا کردیم سیست پس آل ما شما در اینجا میاییم در اینجا میاییم که در حد خود در اینجا مثلا دینی این حد دی رو کنیم و ای بکشیم پس نشته میکنیم ای خودش جمع چار زربی دی سی بر چند سی بر پینجا. سه بر پنجاه مسیح با یک بر چند است؟ یک بر چار ای مسیح میشه با یک بر چار خودش منفی اخصار کنین دو بیست و میشه یعنی شش بر بیست و پاین. مخرج مشترک صد میگیرین صد تقسیم چهار بیست و پاینج. منفی 25 تقسیم 40 25 100 تقسیم 25 4 4 ضرب 6 24 یعنی جوابش است 1 بر 100 حدی اخی اولش هم دریافت شد که 1 بر صد است پس حالا ما شما حدی که از ما شما خواسته حدی هشتم است او را پیدا می ای جمع 7 دی نشته می ای خودش 1 بر صد و جمع 7 ضرب دی یعنی 3 بر 50 ازی از این طریق خود آل حد هشتم از این ترادف پیدا میکنیم نشته میکنیم حد هشتم مساوی با مخرج مشترک صد میگیریم صد صد تقسیم صد یک یک ضرب یک یک جمع صد تقسیم پینجا دو میشه دو سیشه شش, شش ششف چلو دو میشه پس جوابش بالا چل سی بر صد یعنی با ما شما حد هشتمش دریافت شد که عدد چی است؟ عدد چل سی بر ده صد است که چهار با ما شما پیدا کرده حلقهش میکنیم زیس ای بود دوستای عزیز قسمت یا بخش اول یا جلسه اول ترادف ها امیدوار هستیم که دست سوال یاد گرفته باشین همراهتان نوت کنین و دوستای دیگه تان برسارین بریم خیر به ویدیوی دیگهش وقت خوش برایتون